یک بسته دیگه آواز مسلونه ساقی دنه کنار اکسر شن پیمونه اون دوره خوب جوونی نویت همون راز تر دل دل ها کرده مفهمون ای گل حوض کنده قفص بشتی مرچا کنده قفص بی هم نفس بشتی مرچا باشتیم این شهر شامل داره ندید بام باشتی که می این تنگ جا دندانن بام ایسا که دنیا بهم من با کاری و زاری یک ناترنگ بسته مره چه تازه می پیپا ای گل حوض کنده قفص بشتی مره چا این چوب بهش میگن به زبان محلی میگن خوزرون چوب مونتا از خودش از چیز درخت ونه که سر پس دو سه ماه قبل از فصل میگیرن قشنگ خشکش میکنیم پوستش رو میکنیم آماده میشه واسه پایین کردن گرد که چوب محکمیه مقاومتش خوبه اگه چوب بلند بخوای باید چوب تبریزی بگیر که بلندتر باشه این الان این ارتفاعش چقدره؟ این ارتفاعش الان 3 متره ولی من چوب دارم ارتفاعش 6 متر و 10 6 متر و 20 میشه که درخت این درخت خب درخت بچه است کوچیکه درخت های کهنسال هست که حداقل 15 متر ارتفاعشه شاخه هایی که خیلی شیپه نمیشه روش بری باید از فاصله دور بشینی بزنی که چوبت باید بلند باشه که نمیتونه خیلی نزدیک بری یعنی چوب گردو پایین کنی شما میذارید به زبان محلی به گردو میگن خوز و چوب همون چوبه خود رون یعنی پایین کردن خود رون چوب عقبی ما در حال پایین کردن درخت گردو هستیم پایین کردن درخت گردو یک هنره که پدر ما هم این کار رو انجام میداد و این لاج کوچیک ما هم شغل پدر ما رو گرفته و درخت گردو پایین میکنه در گذشته نچندان دور انقدر امنیت داشت که درخت گردو رو مهریه زنها میکردن متاسفانه این سالها زیاد امنیت نمیدن و باغ‌ها رو تبدیل به آپارتمان‌ها میکنن نسل اصلی درخت‌های کهنسال از بین میره و درخت‌هایی هست که الان 700 سال عمر داره مهمترین معروف‌ترین درخت گردو شهمیزاد درخت کمان رستم هست در حاشیه خیابون اصلی خیابون امام که بالای 1300 سال میگن قدمت داره مشاهده میکنید که انقدر باقای پر محصول نداریم ولی کلا محصول امسال خیلی خوب بوده نسبت سالهای گذشته شکر خدا خوب بوده و درختهایی که به هر حال گردو کمتر میووردن یا نمیووردن امسال همه درختها گردو داره و این نعمت خداونده شکر میکنیم یک ناترنگ بسته مره چه تازه میپیپا ای گل حوض کنده قفص بشتی مره چه کنده قفص هم نفس